سلام به فرا خبر خوش آمدید در این برنامه فرمان تقنینی در حصار اختلافات درون حکومتی چرا فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را همگانی نمی سازند؟ ایده از افراد بلند پاید در داخل نظام خواستار بگذاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان نیستند. راننده ای که نامزد ریاست جمهوری انتخاب شد ریاست جمهوری شش روز پیش از امضای فرمان تقنینی آوردن اصلاح نظام انتخاباتی خبر داد اما تا اکنون این فرمان به هیچ اداره و رسانه فرستاده نشده است گفته می شود که اختلاف دیدگاه ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سبب شده است تا جزیات این فرمان تقنینی پخش نشود از دیگر تاخیر در نشر فرمان تقنینی گمانه‌زنی های را به وجود آورده که این فرمان هنوز امضا نشده است صحبت نکردن رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سخنرانی های اخیرشان در این باره به با تقویت این گمانه‌زنی ها و کو و تردیدها انجام میده است اما اگر این فرمان امضا شده است خودداری از نشر و ارسال آن به اداره ها و رسانه ها بیانگر چیست برای بحث بیشتر در این باره جانداد اسپینغر رئیس شبکه سین و قادر زاده از نمایندگان های مردم در مجلس نمایندگان اینجا با من هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین آقای اسپینغر فرمان تقنینی آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی امضا شده و یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما زازای صاحب و بینندگان عزیز خب اعلانی که از طرف خود حکومت صورت گرفت گواز که بی فرمان امضا شده اما عدم نشرش سوالات را ایجاد کرده که گویای امضا این فرمان حال نهایی نشده و توافق نهایی بالاش وجود نداره و به امضا هم نشده باشه در غیر از او اگر یک فرمان امضا میشه خب من فکر می کنم نشری ای کنم مانایی نداره که ماتل شود نشرش باید بدون چون چرا صورت بگیره ولی این نشان دنده است که فکر می کنم تالی فرمان نهایی نشده و تالی هم توافق بالاش وجود نداره یعنی در چی موارد اختلاف ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه بر سر این فرمان وجود داره؟ اگر ببینیم با تاسف همی ساختار فیلی ما با نظام دو قطبی که ما داریم تطابق نداره و این یک دلیل عمده و ریشه ای از این مسئله است طوری که ما شما می بینیم در اکثر موارد و بر تصامیم کلان دو رهبر در بالا در سر تصامیم موافقه دارن هماهنگی خوب وجود داره اما زمانی, زمانی که زمانی تصامیم میایه و به مرحله اجرایی در مرحله اجرایی یا نحوی اجر بالای نحوه اجراتش هیچ نوع هماهنگی وجود نداره و طوری دیده میشه که هر طرف تلاش داره که نحوی اجراتی از این تصامیم و طبق دلخواه خودشان باشه این مسئله بیشتر سبب شده که چون ما ما شما همین ما شاید ازی هستیم که دیدیم که رئیس جمهور و رئیس اجرایی از مختلف سخنگویشان اعلان کردن که موافقه صورت گرفته با پارلمان و این فرمان هر چی زودتر صادر میشه و کار کمیتی گزینش آغاز میشه این نشان دیدی است که تصمیم در بالا گرفته شده اما بالای نحوی اجرا, اجرا کردن از این تصمیم طالب موافقه صورت نگرفته مخصوصا جزئیاتی که باید فرمان دنبال بکنه در زمین هم وجود نداره و این نشان میده که ساختاری را که ما داریم در سایل مسائل در مسئله مثلا ما دیدیم شورای سال با وقتش شکل نگرفت یا کابینه با وقتش شکل نگرفت اصلاحات بسیار وقت آغاز شد همین از اینا نشان میده که یک نوع معانگی در این نظام دو قطبی مخصوصا از بالا تا پایان وجود نداره آقای نظام دو قطبی شما را در جریان قرار داده در پیوان به فرمان تقنینی آوردن اصلاح نظام انتخاباتی شما میفهمین جزئیات این فرمانه تشکر بسم الله الرحمن الرحیم خدمت بینندگان عزیز و دوستان شما سلام عرض و ادب نخیر بر ما خبری که رسیده چند وقت پیش حیات اداری ما با رئیس جمهور ملاقات داشت و در ضمن ملاقاتشان سر موضوع اصلاحات انتخابات آوردن اصلاحات در قوانین انتخاباتی بحث شده بود و فیصله به شده بود مشوره به شده بود که زمانی که ولیسی جرگه یا پارلمان افغانستان به کار آغاز میکنه تعدیل طرح تعدیل قوانین انتخاباتی را ما به پارلمان روان میکنیم و از پارلمان خواهش کرده بود از حیات اداری که باز این بار شما همراه ما همکاری بکنین و این تعدیلاتی که تر روان میشه در مورد آوردن اصلاحات در قوانین انتخاباتی باشه همراه ما همکاری کنین در اونجا موافقه به میشده بود که درست ما میبینیم چیزی که به خیر ملت و به نظام انتخاباتی است حیات اداری ما گفته بود که ما از وکلا محترم که بعد از تعطیلات تشریف بیاره خواهش میکنیم که در این مورد همکاری نمارند به او خاطر اینا اینی رقم فیصله کرده بودن زمانی که یک روز به افتتای اجلاس سالانه ما نزدیک میشه یک روز میمانه رئیس جمهور فر اعلان فرمان تقنینی را میکنه که خود نشان میده که بر حساب پرنسیبای قوانین ای خلاف قوانین میست فردای فردایی که پس شورای ملی از تعطیلات ما کار خود آغاز میکنه و به شب شما فرمان میدن این معنا از داره که مردم افغانستان و یا ما شورای ملی را در یک جنجال دیگه می اندازه با خاطر ازی اگر شما میخواستین که این فرمان یا ای اصلاحات 45 روز ما در تعطیلات بودیم اگر بسیار ضروری می بود مثل که قانون اساسی با سراحت گفته که فرامین را اونا میتونه داده که بسیار ضرورت عاجل باشه اگر ضرورت عاجل بود خو یک ماه پیش این فرمان هم می این فرمان هم در دست کسی قرار نگرفته حالا که یک روز پیش این اعلان فرمان کرده ما واضح به مردم افغانستان بگویم که این خاک انداختن به چشمان مردم افغانستان است و ای اینا به نظر ما خودشان به خیالم در اصلاحات بین خود جور نمیند یعنی فرمان, فرمان در روی کاغذ وجود نداره فرمان بخ... وجود نداره و به خاطر ازی یک روز پیش اعلان کرد که باز امو تاریخ فرمان را که در روز بعد یا بین خود جور میند یا بیس روز بعد بین خود جور من تاریخ فرمان یک روز پیش از تعطیلات ما بزنه چون قانون اجازه نمیده زمانی که ما از تعطیلات بیم دیگه رئیس جمهور فرمان داده نمیتونه فرما... فرامین تخلینی را داده نمیتونه اگر میکنه باید قوانین طرح چرا به نرسیدن روی امیر انتخاباتی 45 روز ما تعطیلات داشتیم در دا 45 روز اینا جور نامدن پیش از چلو پنج روز که ما در تعطیلات نبودیم اینا ما فرمان رد کردیم اینا باز جور نامدن بعد از اون تعالی را فرمان متنش وجود نداره فرمان نامش اعلان کرده که فرمان است مگر متنش وجود نداره بوازی مستقیم ما تایید میکنم سخنای رئیس با که بین دو, دو, دو دوست که هستند که اینا میگن که ما رهبران حکومت وحدت ملی هستیم اینا در بین زنات سرزمین موضوع جنجال است ای موضوعه تا امروزه به جنجال کشانیده و انتخابات افغانستان کله نه شده و نه میشه ای مشکل مشکل اهمی اردو است که یک طرف کوشش میکنه که وی فرمان رقم جور شوه که مو دوستای شخصی زو یا یا خواستای شخصی زو دا گنجانی و گنجانیدش او دغه طرف کوشش میکنه شاید به طرف خود کوشش وکنه امیز کی امیره به بحران میبره دوزارا. و ما کی اومدیم ما مردم کی اومدیم از تعطیلات بعد از تعطیلات اومدیم مال هستیم بر ما واده تعدیل طرح طرح کرده بود کی طرح روان میکنیم ما د تعدیلش د طرحش کته ما یا ما خود مو طرح وبته یک اله باس فرمان مته ما فکر میکرم کو باس جنجال شه حتی فرمان پس در خطر شد و باز رد شد آقا اسپینغر چی میخواه رئیس جمهور و رئیس اجرایی در آوردن اصلاحات انتخاباتی؟ من فکر می کنم اگر صادقانه صحبت کنیم واضی صحبت کنیم رئیس جمهور و رئیس اجرایت تا حد زیادی هماهنگی دارن و تلاش میکنن اما که. اما کجا سین در عمل اما دیدن در با تاسف در پایان گروپ هایی که در گرد هر دو هستند اینا متوافق توافق ندارن و هی گروپ هایی که هستن اما تصمیم گرنده اینهایی سیاسی... رئیس جمهور و رئیس اجرایه است فکر میکنین این گروپ ها میتونن مانع رهبران حکومت وحدت ملی شوند با تاسف اینا هم کارایشان هستند بالایشان تاثیر دارند ذهنیت از اینا را مخصوصا در رابطه با جزئیات تصامیمشان میشان میتونن تغییر بدن من پیشتر گفتم که در کلیات بالای امی در رابطه با این فرمان هم تصمیم گرفته شد و هر رهبر و موضعشان کاملا روشن بود که این فرمان صادر شده و کار کمیته گزینش باید آغاز شود نزدیکان هم... رئیس جمهور و رئیس اجرایی چی میخوان ما فکر میکنم در کسایی استان که میخوایند اهداف شخصی خود و گروهی خود دارن و می در زیر سایی رئیس جمهور و وزیر سایی رئیس جرایا و اهداف شخصی و گروهی خود برسن زینیتی را در رهبرات تغییر میتن و مخصوصاً در مرحله جرایی یک تصمیم اینا مداخله میکنن خواستای شخصی خود داخل میکنن و تاور مثال شما میبینین که ریاست جرایا میدی روز یکی از نمایندایش اعلان کرد که در قدم اول که فرمان صادر میشد موافقه توری صورت گرفته بود که دو نفر از شورای ملی رئیس مشران جرگه و رئیس ولسی جرگه اضافه شده در ترکیب کمیته گزینش و دیگه هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده اما به نحوی از آنها راپورا از ریاست جمهوری برآمد که نه فرمان توری است که یک نفر نماینده از جامعه مدنی که عضو مطبوعات باشه نیز کم شده و یک نماینده از کمیسیون اد 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 اصلاحات اد اداری از کمیته که ریاست اجرایی به نحوی گفت که اینا به هیچ وجه در این تصمیم دخیل نبودند در تصمیمی که اینا دخیل بودن صرف اضافه کردن دو نفر این نشان میده که در بالا یک بار تصمیم گرفته میشه اما تصمیم وقتی میایه به مرحله اجرا کسایی که در پایان هستند قصدن ذهنیت را تغییر میتن و تغییرات بیشتری در اون تصمیم میاره که اون سبب میشه که طرف دیگه باز دوباره اعتراض بکنه و قبول نکنه آقای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی طرح پیشنهادی را به حکومت فرستاد و حکومت هم پذیرفت حالا رهبران حکومت و وحدت ملی به اساس همین بسته پیشنهادی کار میکنن اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان میارن یا نه به اساس به گفته شما خواست ها و سلیقه های نزدیکانشان خدا شاید از در نهادهای مدنی حال ما کاملا بالای صداقت حکومت و عدت ملی در قبال اصلاحات انتخاباتی شک داریم چرا اولا این اصلاحات برخلاف تعهدی که داشتن با یک تاخیر بسیار کلان در آغاز کردند بعد از اون ما دیدیم که زمانی که فرمان رئیس جمهور رد شد رئیس جمهور و رئیس اجرایی اینا می رای حقوقی دیگه برای از این مسئله می داشتن که استفاده کنند به طور مثال می خواستار تفسیر ماده 109 از قانون اساسی از سترا محکمه شوند که در اون صورت و سترا محکمه هم در صورتی که تفسیر می که پارلمان نمی در سال اخیری خود در اجنده خود قوانین انتخاباتی را داخل کنه این مسئله بنیادی حل بود اما توری دیده میشه که قصدا اینا به او را نرفتن برای دومی رفتن که صدور فرمان جدید بود که او باز هم در مقابلش چه چالش پارلمان وجود داشت و و ایمال نفوذ پارلمان در رابطهش وجود داشت دیگه ما, ما سخت نگران هستیم چون صداقتی را که لازم است و ما باید ببینیم در حکومت نمیبینیم که آن طوری که لازم است آقای زازای دیده میشه فراتر از رئیس جمهور و رئیس اجرایی در حکومت کسان دیگر هم اقتدار و قدرت دارن مانع اصلاحات انتخاباتی و حتی برگزاری انتخابات شورای ملی میشن کیا هستن این افراد خب این جای شک نیست که ما هر بار در مطبوعات گفتیم که دوستای که در دور پیش رئیس جمهور است یکی دو اگر برش صادق باشد دیگرایش همگیشان مسائل شخصی و عقده شخصی خود در جانب مقابل پارلمان و یا در مقابل دوستای دیگه دارن و هم در ریاست اجرایه دوستای هستند که اونا عقده دارن با بعضی دوستا در پارلمان متاسفانه و بعضی دوستا در سیاست ایده جای شک نیست رو ما تایید میکنیم مگر اصلی کسی که بر پیش ما مسئولیت داره مطابق قانون اساسی او شخص رئیس جمهور است اصلی کسی که مسئولیت داره مطابق امو تفاهم نامه سیاسی که اونا بین خود کردن دکتر سیب عبدالله رئیس اجرایه شدن مسئول، مسئولیت دارن ما تیمایشان تو خودش باید خودش متوجه باشه اما آقای دیده باشه. دیده میشه که رئیس جمهور رئیس اجرایه خواستای نزدیکان خود از ترجمه میتن بله نسبت به بله. بله مردم بله پس ایره چرا این گونه ایره باید باشه؟ ایره ما قبول میکنم ایره ما قبول میکنم که این دوره ای که از رئیس جمهور و از رئیس اجرایه دور خورده نمی چند دوستایی که از ایره بر برشان میگم و به ملت هم میگم که اینا اونمو کسایی هستن که یک روز امیر رئیس جمهور و اینمی حکومت و این نظام از صدمه حاد زدن و این نظام از بین خواهد بردن این رئیس جمهور رئیس جمهور ما بارها خودم برش گفتیم با زبان خود اسمی از مو افراد برش گرفتیم که افراد در این تمام کسایی که در نزدیکیش است خب آلامیش برای یعنی افغانستان کسای در کسایی که شما شما در در مطبوعات در روزایی که این وزرا کاندید وزرا اینجا رای می گرفت از تالار و پارلمان شما در مطبوعات دیدین اسمایشان برامد، عکسایشان برامد، خود رئیس جمهور خبر داره ما چهار بار رفتیم پیشش برش گفتیم رئیس جمهوریا خبر داره از کسایی که در این نظام دست میزنه یک کسی است که اصلا در نظام انتخاباتی هیچ تجربه نداره مگر استاد میشه زمانی که کمشنرای بر حال کمیسیون انتخابات میخواد خواهد یه استاد میشه در اونجا مارکر در دستش در تخته برش گپ میزنه کسایی هستن که این نظام اصلاحات انتخاباتی را نمی و این نظام هم نمی و این کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی را نمی خواهد زبان رئیس دارن. جمهور و رئیس اجرایه در برابر این افراد کوتاست؟ اگر کوتا نمی بود خب بارها بارها شورای ملی برش گفت ببینن من گپ دیگه رئیس جمهور چرا با شورای ملی تقابل میکنه؟ انمی یک نواد تقابل است خودت وعده کردی این کار شورای ملی است تعدیل و یا طرح قوانین انتخاباتی را ما می توانستیم بسیار باثری مشکل حل کنیم زمانه که شما یک روز پیش از تعطیلات چی می فرمان می ما نه که تقابل میکنید شما کسایی هستند که میخواهید شما را به رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای ها خیلی مهمتر از خواست مردم افغانستان است این ای سوالی است که امکان داره کدام وقت یکی از خبرنگارای ورزیدی شما بره از رئیس جمهور و یا از رئیس اجرایی پرسان بکنه بزاره. و از زبانش گپ بزنه مگر نظر من این است که اینا کسایی هستند که در محلقه رئیس جمهور و رئیس اجرایی را محاصره کردند و معلومات انفورمیشن بسیار غلط برش میرسانه یعنی اینا نمیخواه که انتخابات شوه اینا میخوان که همون مسائلی را که میخوان که در آینده ما با چی چی داشته باشه. باشیم کدام رقم حکومت ها داشته باشیم چی رقم نظام داشته باشیم این ای ای, ای هستند که در حلق رئیس جمهور هستند ما میگم رای حل کوتایش این می است که اصلا رئیس جمهور باید این فرمان اعلانش نم... نمی ما سر از روز شنبه یک شنبه حیات اداری ما انتخابات خلاص میشه بسیار با آسانی می دانستیم 15 20 روز طرح تعدیل پیشنهاد بکنه حکومت و یا ما خود ما پیشنهاد کنیم در کمیسیون بر کار خلاص این ما که شما هم ما متقابل میکنین اینا لگه این فرمان با ما به تادی روز مرد کرد و به افتخار میگم که فرمان سابقه را ما رد کردیم اولین کسی بود که مردش کردیم باز اگر این رقم شما که شورای ملی تقابل میکنن و ما را نادیده میگیرن و می چهار نفر در پیشت دیده میگیری باز روان کنیم فرمان باز ما کوشش میکنیم که ردش بکنیم آقا اسبین غر شش ماه با پایان تفاهم نامه مهلت تفاهم نامه حکومت وحدت ملی مانده تا حالا دیده میشه که هیچ کار عملی به این تفاهم نامه صورت نگرفته اصلاحات انتخاباتی به میان نامد و حتی دیدن همیشه آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی چه جریان داره این تفاهم نما آیا از نظر افتاده فراموش شده و یا نه مسئله دیگر وجود داره اینجا خب ما بازم هم اول ما میایم دلیل اصلی است که با وجودی که ما رفتیم یک نظام دو قطبی را به نام وحدت ملی ساختیم اما ساختار و صلاحیتها در داخل نظام آن طوری که لازم بود یا رو نساختیم ما میال هم میبینیم یعنی ریاست اجرایی بیشتر دخیل نیست در اجرای شدن تصامیم و امی دلیل شده که زمانی که یک فیصله در بالا توسط دو رهبر صورت میگیره در زمان اجراتش از طرف ریاست جمهوری صورت میگیره و وقتی در اوجه تغییرات میاید طبعا رئیس اجرایی اعتراض میکنه ای سبب شده که در داخل خود دو تیم هم بیتبار بسازن بالا یکی دیگه و این بیتباریشان روز به روز بیشتر شده بس. که ما تشویش داریم که این سبب بالاخره از پروفاشی نظام نشه که در اون صورت ما فکر میکنم هیچ طرفی هم ما فایده نخواد کرد با وجودی که یک تعداد کسا هستن آقای اسپین اینها مانع اجرای یک برنامه خیلی اساسی و مهم و ملی گردیدند با تاسف هم قسم که زازای صاحب گفتند در اطراف رهبر دو رهبر کسایی هستند که اغراض و منفیت های گروهی و شخصی خود دارند و اینا از قبل نتورکا و های خود بیشتر ارزش میتن و تلاش دارند که تمام برنامه طور پیش برند که اینا نتورک خود تقویه بکنند و طرف مقابل منذوی تر بسازند و از این طریق بالاخره اینا هم رئیس جمهور در اختیارشان باشه و رئیس اجرایی در اختیارشان باشه حالا آره اینها کیا هستند <applause> حتی رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مانده شدن در برابرشان نمیتونن کارهای خود به گونه درست انجام بدن به شما من فکر میکنم بسیار واضح است شما اگر دقیق شوین اونایی که قانونا و رسما مسئولیت اجرایی شدن تصامیم در کشور دارن بعد از رئیس جمهور و بعد از رئیس اجرایی اونها واضحه امی افراد هستند که در رأس ادارات بزرگ هستند و اینا هستند که اصلا ذهنیت ها را تغییر میتن تغییرات میارن در تصامیم و بالاخره سبب یک جنجال در بین دو رهبر یا دو تیم میشه محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله است اگر اونها تصمیم گیرنده نهایی هستند با تاسف آن طوری که لازم است دو رهبر نظارت قوی بالای دو تیم تیمایشان ندارند آن طوری که لازم است او فیصله را که در بالا می کنند ضرور است که فیصله را تا پایان حمایت بکنن و دنبال بکنن دنبال نمی کنن. و یا هم ذهنیت می اینا ذهنیت مخالف میگیرن و با اصطلاح اینا تشویق میشن علی رهبری یک تیم علی تیم دیگر و تلاش میشه که تشویق شوند به تیم دیگر کمتر بزارد. امکانات داده شود و تیم مقابل منظویتر تر کنند و به این ترتیب فکر میکنند که مشروعیت تیم دیگر بیشتر خواد شد این و ذهنیت داده میشن و با تاسف رهبرا می ذهنیت هم میگیرن بله. کی بیشتر سبب میشن که اینا دنبال نکنن اجرات پایین دستای و بالاخره رفت رفت ما نزدیک یک بحران و عدم مشروعیت نظام میش آقای زازای مرتبط به بحث انتخابات و اختلاف درون حکومتی در حکومت وحدت ملی در برابر ریاست اجرایه چی جریان داره پس از دو سال کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گذشته محمد اشرف رئیس جمهور منتخب اعلام کرد و حالا امروز گزارش های پخش شد گویا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رئیس اجرایی هشدار داده تا در امور کاری و صلاحیت های رئیس جمهور منتخب افغانستان محمد اشرف غنی مداخله نکند خوب اول خو اعلان کمیسیون انتخابات چند روز پیش کې شو دا ورزه متأسفانه مसरوب و دوم اگر نه به جوابش میاومادم ای اعلان بود کې یک نوازنګ خطر بر رئیس اجرایه او به امتمانش بود کې شما مداخله نکونئ زیات د کارای رئیس جمهور در غیر ازو اعلان ای رقماس کې زنګ کې نو وخت در برابر زنګ ای زنګ خارجيها او کمیسیون انتخابات پیشتر شما گفته نه که رئیس جمهور اوباما برشان اجدار داده بر رئیس اجرایه و اونا فهمیدن بالاخره که حکومت را که ما جور کردیم توسط یک تو تفاهمنامه سیاسی آمده با این رقم اگر روان باشه خدا نخواسته حکومت خود چی کنی کل نظام از بین میبره با او خاطر اینا کمیسون انتخابات آمدن اعلان کردن که محمد اشرفغانی اینا رئیس جمهور کشور است دکتر عبدالله را داد که اگر شما را ما آوردیم هم اگر یادتان باشه بعض یک روز از من دوستا خفه هم شد برشان گفتم که شما در این نظام خفه نشن از پیش ما به خیرات آمدین به جنگ و به داوا آمدین اونا وقت گپ مرا قبول نکردن همراه ما درگیر شدن مگر مال باید بفهمن که اعلان نتایج کمیسون انتخابات هشدار اوباما به شما گپ قادر زازه برتان راست کرد اما که برتان گفت شما را به جنگ و دعوا و به خیرات اینجا آورده شریک رای مردم در کورسۍ ریاست اجراي تکیه زده در په اساس او ما میره میګم چې انمي می یو ګيمي بود یو بازی بود چې اجرا شو او مردمي افغانستان بهچارا را د یوې مرضی بسیار خطرناکه ino را مبتلا کړل چې وره به نوم حکومت وحدت ملی میګا حکومت وحدت ملی چی را میګا د افغانستان مووین اول معاون اول از یک قوم است معاون دوم از دیگر قوم است و دیگه وزرام تقسیم شده اگر رئیس جمهور از دیگر قوم است قوادت ملی میگه باز ریاست اجرایی یا قوه اجرایی چی را میگه فو نه. طرف آقای اسپین غر... چه جریان داره در برابر ریاست اجرایی من خیلی کتا. فکر می کنم که خب هر چی اگر جریان داشته باشه این رقابت های دو تیم است و یا هم تلاش هایی است از اول که هر تیم کوشش داره تیم دیگر را منزوی تر بسازه و تا امتیاز بیشتر بگیره این بازی بود که از روز اولی که زمانی که تفاهم نامه امضا شد شروع شده اما مهم است که اصلاحات انتخاباتی یک مسئله ملی است و هر دو تیم باید برای او متحد باشند و تلاش بکنند چرا یک مسئله ملی است به مملکت است به نفع خود حکومت است مشروعیت حکومت را بیشتر میکنه سبب ثبات ملی بس. میشه این مسئله امیدها را برای آینده بیشتر میکنه روحی مردم دو بدن قدرت هر کدام تلاش دارند تا مشروعیت یکی دیگر از زیر پرسش قرار بدن ولی ولی به نظر من این رقابتشان باید سر در مسائل ملی باید به هیچ با وجه نداشته باشه اما ظاهرا دیده میشه در هیچ مورد و مسائل ملی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه تفاهم نظر وجود نداره این گونه میشه حکومت داری کرد خب من بیشتر گفتم در بین رهبرا وجود داره خوشبختانه چون تصامیم گرفته میشه اما در پایان زیر دستایشان هستند که این مسائل کج میبرن تلاش میکنن که ذهنیت ها را خراب کنن اما اجازه میگه فراتر از رئیس جمهور و رئیس اجرایی یعنی بیرون از مرزهای افغانستان ایالات متحده آمریکا خب ما فعلا شواهدی نداریم برای مدیریت این ولی در حکومت در افغانستان همه چیز امکان داره احتمال داره اما فعلا ما شواهد واضحی ندارم که خارجا را متهم پس بار دیگر جانکری نیاز است تا پادرمیانی کنه برای حل این اختلافات در صورتی که ما در صورتی که ما افغانا نتانیم این بحران دوباره چاقتر بسازیم و یک بحران به وجود بیاریم و نتانیم اون حل کنیم طبیعی است که دوستای خارجی ما به خاطر منافعشان مداخله خود کردن سپاسگزارم از حضورتان در برنامه جانداد اسپین رئیس شبکه اکسین و قادر زازایی از نماینده های مردم در مجلس از شما بیننده ها هم ممنون در اخیر یک خبر کوتاه حزب آنگ سانسوچی راننده سابق و مشاور نزدیک رهبر اپوزیسیون میانمار را برای تصادی سمت ریاست جمهوری معرفی کرد سوچی که از شرکت در رایگری انتخابات ریاست جمهوری من شده تلاش دارد تا از طریق یک فرد مورد اعتماد بر کشورش حکومت کند آنگ سانسوچی رهبر اپوزیسیون حزب لیگ ملی برای دموکراسی متعهد شده است که از طریق ریاست جمهوری نیابتی بر کشورش حکومت کند چرا که بر اساس قانون اساسی و از تصادی این پست محروم می شود سوچی فرزندان و همسر متوافقش تابعیت کشور بریتانیا را داشتند و بر اساس قانون وی نمی تواند رئیس جمهوری میانمار شود یوتین کیاو تنها دو ماه پیش به حزب سوچی پیوست و نامزد تصادی مجلس سوپلاست، و این مسئول خیریه ای است که پیشتر به وسیله سوچی تأسیس شده بود و از اواسط دهه نواد میلادی بر رهبر اپوزیسیون میانمار نزدیک شد حزب سوچی در انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته توانست اکثریت آرا را به دست آورد